خب این به قول کارگردان برنامه ما تاپ 10، این 10 نماد اعتراض به قدرتمندان یا قدرتمداران در جهان که میتواند مثالهای بسیار دیگری داشته باشد. از جمله شاید نخستین سوالی که براتون پیش بیاد این است که چرا قیام بهمن 57 یا پیش از اون در سال 57 جزو این 10 تا نبود. آقای دکتر هودشتیان عزیز، شما این نمادهایی که دیدیم رو چگونه میبینید در پیوند با اعتراضهای مدنی در جهان قبل از هر چیزی با توجه به گزارشی که دیدیم؟ مهمترین مشخصه این تصاویر که البته بنده ندیدم و اینجا در به توسط این گوشی شنفتم این هستش که در واقع فصل مشترک همین تحولی است که ما در کلیت کشورهای جهانی نسبت به مسئله قهر و خشونت و گردش این اوضاع به مسئله جریان مسالمت آمیز کرد، هرچی مسالمت آمیز کرد تر کردن وضعیت جنبش‌های اعتراضی مشاهده می‌کنیم. ما از جریان 1945 یعنی خاتمه جنگ جهانی دوم مشاهده کردیم یک چرخش بسیار عظیمی در حالت‌های انقلابی‌گری یا اعتراضگری مردم به چشم می‌خوره. خشونتی که دوران به هر حال هیتلری همه اروپا، اروپای غربی و آمریکا و کشورهای دیگه شاهدش بود، ما رو در واقع به این درک رسون، یعنی جنبش جهانی رو به این درک رسون در واقع که دیگه راه‌های خشونت آمیز راه حل اساسی و راه حل واقعی نیست و میباید که راه چارهای دیگه‌ای رو انتخاب کرد. به این لحاظ اون چیزی که در دهه 60 الان شما نشون دادید در مورد آمریکا یا تظاهرات‌های متعددی که هست که به جای مبارزات در واقع مسلحانه رو میگیره، روش‌های قهرآمیز رو میگیره، از این وضعیت ناشی میشه. یعنی گسترش مبارزه مسالمت آمیز به کارگیری روش‌های پیگیر غیر قهرآمیز به جای روش‌های قهرآمیزی که در واقع اون روش‌ها دیگر امروز راهچاه نیستن و کاربردی ندارن و مشخصش هم در واقع در ایران امروز هم مشاهده می‌کنیم. خوشنود هستیم که این درس بزرگ تاریخ جهانی بعد از جنگ جهانی دوم که در دهه 60 خیلی رشد کرد به ایران نفوذ کرد و ایرانیان امروز در پی به کارگیری روش‌های قهرآمیز هم برای بیان اعتراض‌های خودشون نیستن. این مهمترین درسی که به نظر من میشه از این وضعیت گرفت. ببینید در همین حرکاتی که ما الان می‌دیدیم در این 10 نماد اعتراض، یکیش همینطور که شما اشاره کردید به آمریکا مثلا که اعتصاب سراسری دانشگاه‌های کشور رو به دنبال آورد، زمانی بود که پلیس به روی دانشجوها تیراندازی کرد و بعد اعتصاب سراسری دانشجوها شروع شد. یعنی در برابر خشونت پلیس اعتصاب شد، حرکت مسالمت جویانه ولی در واقع خوابوندن زندگی و نه ادامه زندگی. این رو ما در همه جای دنیا یکسان نمیبینیم. همینطور که میدونید برای مثال در آفریقای جنوبی طور دیگه ای مثلا این اتفاق افتاد. در آمریکا اگر که سران اعتصاب رو نگرفتن 40 سال زندان میکنن، 30 سال زندان میکنن. در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد. چگونه میتوانید یک وجه مشترکی در چگونگی شیوه مبارزه پیدا کرد بین این جریان های گوناگون مبارزه مسالمت آمیز؟ بله، خدمتتون عرض شود که یک روش مسالمت آمیز وجود ندارد و روش های متعدد وجود دارد و روش های متعدد هم مربوط به این که چه کسی در چه موقعیت جغرافیایی و تاریخی و ملی در کدوم کشور چگونه مبارزه مسالمت آمیز رو متحقق میکنه. نمیتوان گفت که همه انواع روش ها از یک گایدلاین معین، از یک راهنمای معین پیروی بکنند. اینه که ما در آفریقای جنوبی واقعا همونطور که اشاره کردین خشونت در مبارزات مسالمت آمیز تظاهرات های توده مردم بسیار فراوان بود و این البته جای تعجبه، ولی تأکید مداوم ارنست ماندلا بر سر ضرورت به کارگیری روش های گفتگو به جای خشونت، مسالمت به جای خشونت و در واقع روش های مجادلاتی که با دولت و سران دولت، خود ارنست ماندلا بعد از رهایی از دولت از زندان و حتی قبل از زمانی که در زندان بود داشت،
این رو با ما نشون میده که تلاش اصلی راهبران و رهبران این جنبش ها در واقع تغییر روش اهرامیزی است که ما قبلا داشتیم. عین این رو هم در هند دیدیم، در هند هم همینطور بود. ما در واقع در هند، یعنی در تا 1947 که استقلال هند بود، گاندی هم تاکید بر این میکرد که آقا بیاین مذاکره کنیم، مماشات بکنیم با دستگاه، صحبت و گفتگو بکنیم. اما تظاهراتی که در خیابان بود همش به شکل مسالمت آمیز متحول نمیشد، بلکه چه بسا که به واسطه فشار قدرت حاکم برخی از این تظاهرات ها خونی میشد. اصولا مبارزات مردم در ابتدای حرکت ها، حرکت های اعتراضی خودشون با ترس همراهه. خود مردم اعمال خشونت نمی کنن، چرا که با ترس به میدان میان. نظام های بسته نظام هایی هستن که بیش از هر چیز برای ادامه حیات خودشون مجبور هستن به ابزارهای ترس متوسل بشن. خب این مثالی که درباره دل مردم ایجاد کنن، این مثالی که درباره حالا نلسون ماندلا زدی، دوره نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی و دوره گاندی در قبل از سال 1947 در هندوستان، آیا می شود اینجوری نتیجه گرفت؟ بله، این تصویر رو فکر میکنم همه ماها، همه بینندگان دیده باشن که چقدر خشونت در تظاهرات خیابانی میلیونی مردم در جای جای هند دیده می شود و خشونت به صورت نه فقط تظاهرات، درگیری با پلیس، بلکه تخریب بانک‌ها، فروشگاه‌ها، خونریزی می‌شد تو خیابون‌ها و گاه تیراندازی از طرف پلیس. خب از طرف دیگه همونطور که شما می‌فرمایید، گاندی تأکید می‌کرد به مماشات و آرامش، دعوت می‌کرد همه رو. آیا این تناقضی است بین رهبران جریان‌های مسالمت‌آمیز، روش رهبران جریان‌های مسالمت‌آمیز و خود این جریان های مردمی، یا اینکه نه پاسخ دیگه ای دارید براش؟ نه خیر، البته درست میفرمایید، به نظر این یک تناقض میاد، ولی غالبا در مبارزات موجود، مبارزات در حال مسالمت آمیز، کمتر مسالمت ناب و خالص دیده ایم. همواره جنبش های مسالمت آمیز که سرچویان هم بعضی موقع حرکت میکنن به خشونت کشته میشن. اشاره کردم به اینکه بسته بینگه در کدوم کشور باشه، حتی در آمریکا که قانون رهایی سیاهان قانون اساسی بود و به هر حال یعنی چیزی بود که به شکل قانونی میتونستیم سیاهان این مطالبات رو بکنن، باز هم تظاهرات به خشونت کشته میشد. این تضاد دو وجه در واقع مبارزات مسالمت آمیز، از یک سو جنبش مردمی وسیع هست که در واقع موقعی که به خیابان ها میان، نظام حاکم از سر بی صبری و لجاجت به روی خواسته های اولیه خودش این جنبش ها رو گاه به گاه سرکوب میکنه، از سوی دیگه رهبران میبایست همواره تاکید کنن برای اینکه علی رغم این خشونت ما تن به خشونت ندهیم. به عبارتی در واقع این در ذات مبارزات مسالمت آمیزه. این نوع مبارزات نمیتونه همه جا در همه مکان ها در همه اشکال تنها به صورت مبارزات پاسیفیستی یا مسالمت آمیز ناب باشه، بلکه گاه به گاه درگیر به هر حال یک سری برخوردهای خشونت آمیز از سوی نظام و از سوی گروهک هایی که در درون خود این جنبش هم چه بسا وجود داشته باشن و تمایلات خودشون رو بخوان تحمیل کنن به کلیت جنبش مردمی هم میتواند احتمالا ظهور پیدا بکنه. میشود آیا اینجا یک مرزی کشید بین، برای نتیجه گیری روشن از این قسمت بحث میکنم عرض بکنم، بین تلاش رهبران جنبش های مسالمت آمیز یا خود جنبش های مسالمت آمیز با جنبش هایی که چنین نیستن، به هر حال این ماهیت مسالمت آمیز رو ندارن، در چه تاکتیک و چه در نگاه به آینده؟ و اون همین است که این جنبش های مردمی با تکیه به جریان عمومی مردم در لااقل اکثریت جامعه حرکت میکنن، از بالا از طریق فشار به قدرت و مذاکره و از پایین هم با نادیده گرفتن به اصطلاح مقرراتی که حکومت هر روز با فشار بیشتر میذاره، و طرف دیگرش یعنی نفی این شیوه مبارزه، پرداختن به گروه بندی، سازماندهی گروه های مسلح برای مقابله با حکومت تا دندان مسلح. میشود آیا این تفکیک رو قائل شد؟ خلاصه به یه خط پررنگی کشید بین این دوتا. بله نه، در واقع یعنی من تصور میکنم که فرض بفرمایید جنبش سبز اگر در ایران فقط یک شعار، اون هم شعار مسالمت آمیز داشته باشه، در جریان تظاهرات گاه به گاه خشونت های بسیار تند و تأثیرآور به وجود میاد.
و این جزء ما